یه کوکی خوشمزه و جذاب مخصوص شب یلدا. بریم که با هم درستش کنیم. سلام دوستای عزیزم، به آشپزخونه من خیلی خوش اومدید. 150 گرم کره به دمای موهد رسیده رو به همراه 3/4 پودر قند علک شده اضافه میکنم و تا جایی هم میزنم که موادم کرم رنگ بشه. بعد از اینکه کره و پودر قند رو خوب مخلوط کردم، یه عدد تخم مرغ داشتیم، اونم اضافه میکنم و مخلوط میکنم تا موادمون یک دست بشه. نصف قاشق چایخوری وانیل داشتم، اونم اضافه میکنم و با همزن خوب هم میزنیم. 2.5 لیوان آرد داشتم. با بیکینگ پودر 3 بار علک میکنم و طی 2 مرحله به موادم اضافه میکنم و با قاشق هم میزنم. دوستای عزیزم، تا وقتی که داریم خمیرمون رو هم میزنیم و آردامون رو علک میکنیم، لطف کنید اگر هنوز عضو کانال من نشدید حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و به من انرژی بدید. بعد از اینکه با قاشق هم زدم، خمیر رو با نوک انگشتام ورز میدم. سعی کنید زیاد ورز ندید که به روغن نیفته. و بعد داخل کیسه فریزر میذارم و به مدت 1 ساعت میذارم یخچال که استراحت کنه. بعد از 1 ساعت استراحت، خمیرم رو به وسیله 2 تا کیسه فریزر و وردنه بازش میکنم و به وسیله کاتر اندازه های 0.5 سانتی قالب میزنم و توی سینی که کاغذ روغنی پهن کردم میچینم که بره داخل فر از قبل گرم شده و به مدت 12 دقیقه پخته بشه. این خمیر رو میتونید به هر شکلی که دوست دارید در بیارید. برای داخل تابه 20 دقیقه با شعله ملایم و برای فر 180 درجه به مدت 12 دقیقه میذاریم که پخته بشه. دوستان اگه در حین قالب زدن خمیر از هم جدا شد، مجدد داخل یخچال بذارین تا یک مقدار سفت بشه. و وقتی که زیر کوکی ها طلایی شد، آماده هستن. خب حالا بریم سراغ درست کردن آیسینگ، محبوب ترین و معروف ترین کاور برای تزیین بیسکویت ها. سفیده تخم مرغ 1 دونه، پودر قند 75 گرم، مقداری وانیل، پودر تارتار 1/8 قاشق چایخوری. اول سفیده و وانیل و پودر تارتار رو خوب مخلوط میکنیم که کاملا پفکی بشه. بعد پودر قند رو آروم آروم طی چند مرحله علک میکنیم و با همزن میزنیم. در آخرم مواد رو به چند قسمت تقسیم میکنیم و به هر قسمت مقداری رنگ خوراکی مورد نظر میریزیم و داخل قیف میریزیم برای طراحی روی کوکی ها. کوکی های من انار و هندونه هستن، پس رنگ انتخابی من سبز و قرمز و سفیده.
Thank you.